خداوند می تاثیرات شما را بالای دیگران بندازه که صفت 43 خواب خودم منظم کنین. خواب منظم، جوان سالم کسی است که خواب منظم داره. شما میفهمین دوستای از نازنینم، خواب یک جزء عمده زندگی است. خواب یک چیز اضافی نیست، خواب یک نیاز است. خواب خستگی فیزیکی و روانی ما را حل میکنه، بدن دوباره نیرو میبخشه، حتی از خستگی فیزیکی کرده خستگی روانی ما را حل میکنه. کسایی که خوابشان نامنظم است حداقل 5 مشکل پیدا میکنن. 7 تا 10 سال عمرشان کوتاه بوده کسایی که خوابشان خوب نبوده. 2، به مشکلات روانی زیاد دچار میشن. شما اگه خوابتان نامنظم شد مریض میشین. حتی شما اگه دیده باشین، شنیده باشین، ندیدین شنیده باشین، خدا نشامتان نده، در امی تحقیق میگه میگیرن در بندی خانه، یکی از روش ها در پلی کل جزایی که دارن خواب است که خواب میکنه بیدارش میکنه، خواب میکنه بیدارش، آخر اقرار میکنه اگه نکنه باشم میگه من گناه را کردیم، خب اون که من چشم خواب کنم. میبینین خواب بسیار مهم است. اگر ما خواب نکنیم، خواب نبینیم، مغز ما راحت نمیشه. ما چرا بعضی وقت خوابای بد میبینیم؟ در روز که جگر خون ما کدن، پریشان ما کدن، یک جای توهین شدیم، تحقیر شدیم، این به شکل خواب دیدن تخلیه میشه. 7 تا تیوری بر خواب دیدن است. یکیش تخلیه روانی است، میگه وقتی شما خواب میبینید تخلیه میشین، بنان از مشکلات روانی جلوگیری میکنه. اگر خواب ما نامنظم باشه مریضی فیزیکی پیدا میکنیم، سیستم دفاعی ضعیف میشه، زود مریض میشیم، حافظه ضعیف میشه، کسایی که خوابشان خراب است، ضعیف است، حافظهشان استاستا خراب میشه. و 5، ظاهر زیبایی خراب میشه. وقتی شما همیشه خوابتان خراب است، چهره خود خراب میکنه، چشم فرو رفته، رنگ تغییر، حالتان خراب، خواب خراب بیداری خراب میباشه. شما شبتان خراب بود، روز خراب است، شب خراب روز خراب در قبال داره. خوابتان خراب باشه، صبح میبینی خسته هستی، در وظیفه خوابت میبره، دستم خوابت میبره، حالت خراب میباشه. بعضن حتی تکر موتر اینا کلش از ایست که شما خواب ندارین، توجه و تمرکز نیست، موضوع خراب میشه. بنان خواب منظم، سر خود خواب میشه سیمینار داشته باشیم، ولی فعلا در سنین نوجوانی و جوانی و بزرگسالی خوبترین خواب 7.5 ساعت است. در کودکی خواب زیاد می باشد، در بزرگی خواب کمتر میشه، ولی در این دوره خوبترین خواب 7.5 ساعت است که 5 تا سیکل 90 دقیقه‌ای که 4 تا امواج مغزی ما داریم، الفا و بیتا و تیتا و گاما، اینا خود پشت سر هم تایی کنه که مغز نیاز خود برآورده بسازه. بنابراین جوان سالم کسی است که خواب منظم داره، هم از نظر کمیت کم 7.5 ساعت باشه، هم از نظر کیفیتش خوب باشه، سنگین و عمیق و آرام باشه. خواب خوب 2 تا نشانی داره، یادتان باشه که صبح بیدار میشی، اگه 2 حالت داری خواب شبت خوب بوده، یکی تو راحت هستی، احساس کم خوابی نمیکنی، ولی اگه صبح خستی یا اوه کی بخیزه بره، یعنی اگه به زور بیدارت کردن یعنی خوابت خوب نیست. و متاسفانه بعضی جوانای ناسالم، بعضی جوانای ناسالم نیست، یعنی جوانای ناسالم کلشان شب تا 12 تا 1 تلویزیون میبینه. بعدش که خواب کردی خب معلوم داره صبح به نمازت بیدار نمیتونی، با امور روزمرهت نمیتونی، به مکتب نمیرسی، تو را مادر باید بیا بیدار کنه. 1 دفعه مادر حوصله میکنه بخ قند مادر، 2 دفعه 3 دفعه نشد نام حیوانات میگه رو حیوان و فلانی بخ بخ که میگه 9 بجه شده تو ورخطا از ترس امتحان میخیزی نه میبینی که 7 بجه وضعیت خراب. دعای بد میکنه بر تم روز صبح، دعای بد مادر رو میشنوی تا شام کل چیز خراب است. نه، شب به وقت بخوابین، صبح به وقت بیدار شوین، نمازتون رو بخونین، چه خوب ورزش هم کنین، تنفس عمیق هم کنین، راحت مست. یک ضرب المثل شندین میگه کم خوابیدن آهو پریدن. وقتی خوابتان زیاد شد شما گرنگ شده میرین، کاربن دای اکساید در وجود میمونه، تنفس خوب کار نمیکنه، خسته تان میسازه. بنان خوابتان منظم، وقت من از جوان سالم بیدار، حتی از کلی که در خانه وقت بیدار شوین. دوستانم شندین برار رشید میگن، یار کس که میگن میگه وزیرش بود وقت بیدار میشد، وقت میامد از رئیس جمهور هم کده شاک کده وقت میامد در دفتر، باز شاک میامد یک ذره بعدشن تو وقت میایی، میگفت باز او اندر باب خوبی های سهرخیزی صحبت میکرد که وقت بخیزی نمازت خوانده میشه، وظیفه خوب پلان جور ورزش کردی، هوای صبح گرفتی، اینا رو دیگه زور میداد، نمیتونستن قوق بخیزن، بر از این دوز شاندن، گفتن یک چند تا دوز دربار وظیفه دادن که صبح کی وزیر میامد این یک چند تا لط کوب و پتکه و چتکه کنین دوزی کنین که ما با سر زیرش خندی کنیم. خوی صبح که بیچاره و خیز دوزده هم اونجا استاد شده بودی که آمد لباس وزارت پیسایش اینا را بیچاره هم تکت لباس های خسته و زار آمد که کلیگی ششته قد 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 خنده دیدی فایده سرخیزی را؟ گفت بله دیدم فایده سرخیزی را. دوزا چون از
مکه وقت‌تر بیدار شده بودن اونا موفق شدن. بنان امی چک چک به افتخار دزام بود که دزام نبیه که هیچ برای ما کس دهی برنامه چک چک نمینا ما کل گره دوست داریم دوست باشه هرچی باشه از ما و شما هم وطن ما هستند انشالله یک روزی بخیر یک زندگی خوب داشته باشن که دزی نکنن بیچاره از مجبوری دزی میکنه درکشان کنیم دیگه نان نباشه پیسه را کلت کلانو گرفته رئیس خود دوست بیچاره دخترش گشنه اولادش گشنه بچهش گشنه و بیچاره هم دیگه ما خود دل ما میسوزه برای همه گیلیم و خاطر از اونا بود بنان دوزا گفت چون وقت بیدار شده بودن اونا برنده شدن خیر صبح که وقت بخیزین بسیار خوب است ما همیشه میگم یک ساعت طلایی از خداوند متعال بگیرین در اختیار کلتان است صبح یک ساعت از دیگاه کده وقت بیدار شدین 4 تا 15 دقیقه تقسیمش کنین 15 دقیقه عبادت نماز تا بخوان یک صفحه قرآن کریم که ترجمهش بخوان تو چی میگردی در یک سال بسیار نازنین میشی بسیار تو بگی از امروز شروع کن هیچ کدام کار کلان خسر تو نمونده بسیار تا مصرف نمیشه صبح یک ساعت وقت بقی 15 دقیقه عبادت 15 دقیقه ورزش 15 دقیقه پلان امروز اینی کارا را میکنم 15 دقیقه بشی تفکر کو یگان تنفس کو میقام کو در مورد خلقت در مورد هدف در مورد زندگی در مورد خدا در مورد امسایه یک فکرهایی هم کده برو قطعیم یک ساعت یک سال تو فکر کن بسیار تغییر میکنی یک سال بعد میبینی کسی به اندازه تو نیست دیگه و بسیار مفتی به دست میه این خوب است که در نظر داشته باشیم موضوعی خب سر اینا میشه جدا برنامه داشته باشیم ولی فقط یک کودی شوه که حداقل یاد کردیم که جوان سالی میخصوصیت داره 44 هم تغذیه مناسب است تغذیه مناسب دوست از نازنینم غذا خوردن گفته میشه که میتونه 10 سال تا 20 سال در طول عمر ما و کیفیت عمر ما نقش داشته باشه این موضوع رو نباید عادی بگیریم حتی ما یکم دفعه میگم کاش در سیستم معارف برای تغذیه یک برنامه یک کتابک ساخته شوه که برای مردم غذا خوردن یاد داده شوه ما متاسفانه غذای خوب نمیخوریم بعدش به مشکل هستیم از بس که غذای بد میخوریم زخم میده داریم مشکل میده داریم کل افغانا کل نگویم که زیادتر افغانا مشکل میده داره هر خانه بری تابلیت آنتی اسید شربت آنتی اسید امپرازول بیخی مثل نخود مصرف داره بالی به قاشق می سوزش آرام نمیشه بوتل سر میکشن کارام شب هست بس که ما خراب میخوریم پرخوری خو عادت ماست یک گام تر میگه بگی نان بخو میگه تا اینجا پرستم خود تا اینجا خود پر نکم هم تا آدم خود تا اینجا پر میکنه میگه انگشت بردی هنگ نان میره خب تو که احمق هستی تو نکو دین هم گفته یک دو لغمه پیش از سیر شدن بس که میدگه که تام یک جای بانه میده خو میکس میکنه خوبترین میکسر جهان سیر تو تا فرق میده را پر کردی یک فشار میده که میکس کنه غذا بالا میاست پیشش این دهن و میده خدا خراب میکنه وقتی بالا آمد جدار میری سوزش میکنه حتی امکان سرطان ها با وجود میاد شما میفهمین افغانستان در کشورهایی است که سرطان میری اومیده ده او زیاد است به خاطر رژیم غذایی ما غذای سرخ کرده میخوریم بدن ما بر غذای سرخ شده هیچ کدام انزایم هورمون نداره کوره بتان عزم کنه و او زخم میده بر ما جور میکنه سرطان میده جور میکنه سایکو از پرخوری ها شب داروسی خبر هستیم میز پر است 11 بجه شب وقت نان دادن است گفت فکر کنین ده 11 بجه آن یزی بخزو بخون جگرتان خون میشه که خنابه چطور بانی باز بیا کتمی میدی پر خواه کن میده هم میگه لعنت به تو چی وضعیت سر من انداختی این خیرات های وطنی که گیری اگام تمه که یک غوری بخو که تو کم بخوای که سر سردستی بنداز که الان برنجه گرم از ایران بخو پس شو خورده برو و هم که دمی قسمت هم برای شما بگویم یک پدر بچه خود اگم یک بچه پلاو خوردن ببره به تا ختم بود خیرات بود برد بچه را بچه ایس شد پدر دهی که بچه یک لغمه برنج یک شب یک لغمه برنج بیرون که برام دم یه قفق محکم زد که بچه فلانی من تو رو پلاو خوردن آوردم آ خود خانم بود گفت برای آقا تی نمیفهمی تکنیک های 2020 است بریج که خوردی آبو خیلی پایین مردگاه هم جای میشه پدرش چی کرد شما چه قلقه من دفکایستین پدرم یه قفق دیگه هم زد که بچه فلانی وقت میگفتی که ما مزه این تکنیک استفاده میکرم نه از اون خیرات های وطنی خوردین داخل هم دستا چرچر چر بازده کرده تفلا را میبینی که دان اینقدر خاک بازی کردن روی کل خاک بر اینقدر دان چر بازد خیر باش یکان تردی لغمه را بتری نمی کنه همش نیزن
اما خیره که دیگه خوش دانه بده این فکایی رو بگویم. خب دیگه کسی نابینا بود کتبی دوست خود رفت ایز رو فکایی رو پالایش بتون کسی رو خفه نسازه. رفت در محفل گفت که رفتم من خونه میبینم تو این وضعیت غوری رو ببین اگر رفیقایم زود میخورد من رک دکم دیگه گشنه نمانم. گفت برسه ایز خاطرت راحت باشم این قرار فاقت هم میکنم. این که رفت هنوز دیگه شروع نکد این شروع کد این شاگ کسی کدش بود شر میگیری یک دکه داد که نیگذر هنوز شروع نشده این کم دیگه هم سرعت زیاد کرد دکه دیگه دو دیگه هم سرعت زیاد کرد دکه دیگه آخری سرعت خدا من کار بود دیگه از کنه بالا نمیشته این دکه دیگه که داد خود سر غوری انداخت فکر کرد من که تمام سرعت دیگه هم خدا بدن گفت خیره که من نمیبینم شما دیگه هم تو میکنی. اما بر صورت تغذیه مناسب چیزای سرخ شده نخورین زیاد پرخوری نکنین. سی چیز خو میفهمین به نام زهر سفید یاد میشه نمک بوره چربی. لطفا زهر زیاد نخورین. آنی کم کم اگه نیاز است که میخورین خیر مجبوری است همین زیاد زیاد نخورین و مایات زیاد بخورین. آب روزانه 18 گلاس بخورین. میوه‌جات و سبزیجات زیاد کنین. میوه و سبزی منبی ویتامین منبی آیون هاست فایبر داره از سرطان جلوگیری میکنه سیستم هاضمه را خوب نگاه میکنه. بنان اگر ات یک تغذیه و یک غذا را بار بار نخورین. یک غذای تکراری یک مشکل میتا سنگ گرده بار میاره. متاسفانه در وطن ما غذا فصلی خورده میشه. وقت لوبیا صبح هم لوبیا چاشت هم لوبیا شب هم لوبیا از این شب کمه که برای صبح ما میگه نگاه کرد چای بخوره. باز زمستان ها بعضی عادت داره قاقی کشی میکنن این گوسفندا رو میکشه صبح گوشت چاشت گوشت شام گوشت این خانه از اون میره میمونی گوشت این خانه از اون میمونی یک گوشت میخوره که گرده ای رو میمونه میگه بیاد من کتو چی کنم چقدر میخوری چقدر فلتر کنم. وقتی فلترات در گرده بالا رفت سنگ گرده جور میشه مشکل ایجاد میکنه. بنان چون گفته رویستن وقفه تغذیه تان مناسب داشته باشین با سر خود تغذیه میشم و شما کدام وقتی یک برنامه داشته باشین.